سرخط مهمترین خبرها. نشست فوق‌العاده شورای امنیت درباره تشدید تنش‌ها در منطقه. چین، روسیه و شمار از کشورهای عربی انفعال شورای امنیت را عامل بی‌ثباتی منطقه خواندند. حوادث جاری در منطقه نتیجه طبیعی اقدامات متجاوزانه مکرر و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است که مقامات اشغالگر اسرائیلی در خاک سوریه و کشورهای دیگر مرتکب می شوند. اذعان مقامهای آمریکایی از شکست ایالات متحده در افغانستان. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید آمریکا نباید مانند افغانستان در اوکراین با شکست روبرو شود. طبق گفته های ترامپ، شکست و ناکامی را که ما در افغانستان متقبل شدیم نمیخواهیم در اوکراین متحمل شویم. و نگرانی ها از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان. کابل در واکنش اعلام کرد پاکستان نباید یک جانبه تصمیم بگیرد. اون هم تر غوښتنه کړی ده چې د مهاجرینو په اړه باندې باید یو طرفه پریکړه ونیشي او د یو ګډ میکانیزم له لارې په ګډ تفاهم سره یو د دې لپاره یو طرز العمل جوړ شي او د هغې له مخې افغانان په تدریجي توګه باندې راوویستل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. نشست فوق‌العاده شورای امنیت با تأکید بر خودداری از جنگ برگزار شد. نمایندگان روسیه، چین و شماری از کشورهای دیگر تشدید تنش‌ها در منطقه را نتیجه اقدامات رژیم اسرائیل و کشورهای غربی خواندند. از جمله نماینده روسیه به شدت به موازی غربی‌ها تاخت و تأکید کرد حمله ایران علیه رژیم اسرائیل نتیجه انفعال ننگین شورای امنیت درباره اقدامات تحریک‌آمیز رژیم اسرائیل است. باران پهپادها و موشک های ایران بر سر رژیم اسرائیل، حمله بزرگی که معادله در منطقه را تغییر داد. غربی ها اینجا در نشست فوق‌العاده شورای امنیت به شدت به این اقدام ایران علیه رژیم اسرائیل تاختند. کشورهایی که دو هفته پیش حاضر نشدند حمله رژیم اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کنند. رویکرد دوگانه و ریاکارانه غربی ها که نماینده روسیه به شدت به آن تاخت. او تاکید کرد اگر آمریکا، فرانسه و انگلیس حمله رژیم اسرائیل علیه منافع ایران را محکوم می‌کردند، منطقه شاهد تشدید تنش‌ها نبود. امروز شورای امنیت شاهد ریاکاری و معیاری دوگانه است که بسیار شرم‌آور است. چیزی که شب 14 آپریل رخ داد در خلا اتفاق نیفتاده است. اقدامات ایران واکنش به انفعال ننگین شورای امنیت و حملات تحریک‌آمیز اسرائیل است. حوادث جاری در منطقه نتیجه طبیعی اقدامات متجاوزانه مکرر و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است که مقامات اشغالگر اسرائیلی در خاک سوریه و کشورهای دیگر مرتکب می شوند. رژیمی که از حمایت بدریغ آمریکا برخوردار است. نماینده الجزایر نیز تاکید کرد اگر تهدیدات رژیم اسرائیل علیه صلح منطقه جدی گرفته میشد، گسترش جنگ منطقه را تهدید نمی کرد. ما درباره پیامدهای این موضوع که نباید این رفتارهای گستاخانه نیروهای اشغالگر در منطقه را خاتمه یافته بدانیم هشدار داده بودیم. ما همیشه تاکید کرده ایم این اقدامات می تواند تمام منطقه را در یک جنگ بکشاند. خاورمیانه بر لبه پرتگاه است و خطر واقعی و ایرانی ناشی از یک جنگ تمام عیار مردم آن را تهدید می کند. نماینده چین نیز گفت حمله ایران واکنشی به اقدامات رژیم اسرائیل و نتیجه جنایات این رژیم علیه مردم غزه است. چین از همه طرف ها می خواهد که آرام و خشتندار باشند و اختلافات خود را بر اساس قوانین بین المللی حل کنند و از گسترش بیشتر جنگ جلوگیری کنند. نماینده ایران هم تاکید کرد حمله دو شب پیش تهران پاسخی ضروری به اقدامات رژیم اسرائیل بود. ایران تا کنون حد اکثر خشتنداری خود را نشان داده، اما حال زمان پاسخگویی و اقدام از سوی تهران است.
او از رویکرد فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا در قبال اقدامات رژیم اسرائیل انتقاد کرد و نسبت به اقدامات ضد ایرانی به ایالات متحده هشدار داد. اگر ایالات متحده عملیات نظامی علیه ایران، شهروندان یا امنیت و منافع آن را آغاز کند، جمهوری اسلامی از حق ذاتی خود برای پاسخگویی متناسب استفاده خواهد کرد. ایران بامداد یکشنبه در واکنش به حمله هوایی رژیم اسرائیل به کنسولگری این کشور در دمشق در حمله ای بزرگ سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات بی سابقه قرار داد. به دنبال حمله بزرگ ایران علیه رژیم اسرائیل، قدرت‌های غربی و شرقی از رژیم اسرائیل خواستند برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها به این حمله پاسخ ندهد. این کشورها هشدار دادند حمله به ایران می‌تواند خاورمیانه را به یک درگیری تمام عیار سوق دهد. برخی از روزنامه‌های آمریکایی اما مدعی شدند رژیم اسرائیل تصمیم به حمله علیه ایران گرفته. ایران در واکنش به این احتمال هشدار داد رژیم اسرائیل می‌داند پاسخ دوم تهران قاطعانه تر خواهد بود. تصاویر حمله بزرگ دوشب پیش ایران علیه رژیم اسرائیل. موشک هایی که با وجود تلاش همه جانبه آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم اسرائیل و اردن از پدافند هوایی آنها عبور کرد و به اهداف نظامی در سرزمین های اشغالی رسید. اقدامی برای احیای بازدارندگی ایران و ایجاد معادلات جدید در منطقه و البته شکست تحقیرآمیز رژیم اسرائیل. حالا دو روزنامه‌نگار آمریکایی گزارش دادند این رژیم تصمیم به حمله تلافی جویانه علیه ایران گرفته. حمله ای که احتمالاً در جریان روزهای آینده انجام خواهد شد. نماینده ایران در سازمان ملل در این باره گفت این تنها تهدید است و اقدام عملی در پشت آن وجود ندارد. هرچند او هشدار داد رژیم اسرائیل می‌داند پاسخ دوم ایران کوبنده‌تر خواهد بود. آنها می‌دانند که حمله تلافی جویانه دوم چه خواهد بود. از همین رو آنها درک کردند که حمله آینده قاطع‌تر خواهد بود. وزارت خارجه ایران نیز اعلام کرد این کشور به دنبال تشدید درگیری‌ها نیست. جمهوری اسلامی ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست. در همین حال یک مقام کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد که جو بایدن به نتانیاهو اعلام کرده در حمله احتمالی این رژیم علیه ایران مشارکت نخواهد کرد. نمیدانیم که اسرائیل آیا پاسخ خواهد داد یا نه. این با آنها بستگی دارد. ولی حرف رئیس جمهور بسیار واضح بوده که ما به دنبال جنگ با ایران و تشدید تنش ها نیستیم. قدرت‌های غربی و شرقی نیز از اقدامات جنگ‌افروزانه نتانیاهو نگران هستند. از جمله چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس از این رژیم خواستند به ایران حمله نکند. سطح حمله ایران علیه اسرائیل گسترده بود و به نظر من پاسخ آنها کاملا قابل توجیه است. اما ما به عنوان دوست از آنها می‌خواهیم که تنش‌ها را تشدید نکنند. در همین حال ایران محدودیت پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه و مهرآباد را لغو و پروازهای این دو فرودگاه به حالت عادی بازگشته است. دولت پاکستان قرار است مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان را در آینده نزدیک آغاز کند. گفته شده در این مرحله حدود 850 هزار مهاجر افغان دارای مدرک اقامت اخراج خواهند شد. وزارت مهاجرین اما از دولت پاکستان خواسته اخراج مهاجرین باید بر اساس یک مکانیزم مشخص و به گونه تدریجی انجام شود. این وزارت همچنین تاکید کرده که مهلت رسمی برای اخراج مهاجرین هنوز به پایان نرسیده. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. ترس و نگرانی از اخراج از همین حالا مناطق مهاجرنشین پاکستان را فرا گرفته. موج تازه از خشونت که قرار است یک بار دیگر در آینده نچندان دور آشوب برپا کند. همزمان با نشر این گزارش‌ها شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد اعلام کرده که اطلاعات مهاجران افغان در برخی شهرها و مناطق پاکستان جمع‌آوری شده و برای اخراج به حکومت مرکزی تحویل داده شده.
دلته ډیر زیات اندېښمن دي افغان کډوال او په ویره کې دي. دا ځل د اختر خوشحالۍ هم چا نه دي کړي، ځکه چې دلته اختر سره سره 15 تاریخ هم رالو، کورونو افغان کډوال لا تر اوسه پورې نه دي وتلي او ډیر زیات اندېښمن دي. مسئولین دولت لیستای تعداد مردم را دادن ترتیب و به اختیار پلیس گذاشتند و ایدار رقمی است که باید در پاکستان خودشان به طور دلخواه ترک بکنند، در غیر از او پلیس باید اقدام کنند. قرار است در این مرحله مهاجرانی که کارت شهروندی و کارت ثبت حکومت پاکستان دارند نیز اخراج شوند، حدود 850 هزار نفر. کابل اما در واکنش گفته دولت پاکستان نباید یک جانبه تصمیم بگیرد و اخراج مهاجرین بر اساس مکانیزم مشخص و به گونه تدریجی انجام شود. مونگ هم تری غختنه کرده چې د مهاجرینو په اړه باندې باید یو طرفه پریکړه ونیشي او د یو ګډ میکانیزم لاره په ګډ تفاهم سره یو د دې لپاره یو طرز العمل جوړ شي او د هغې له مخې افغانان په تدریجي توګه باندې راوویستل شي. بیا هم که چرته دغه هیوادونه غواړي، په ځانګړي ډول پاکستان هیواد غواړي چې مهاجرین راوباسي، نو د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت او په عموم کې اسلامي امارت د دې لپاره پوره چمتووالی لري. از دید کارشناسان، پاکستان از مهاجران افغان به عنوان اهرم فشار علیه کابل استفاده می کند و اخراج اجباری مهاجران افغان بدون فراهم شدن تسهیلات برای آنها نقض قوانین بین المللی و حقوق مهاجران است. قطعا این مطابق به اصلا قوانین بین المللی نخواهد بود که پاکستان بخواه اینا را بدون از اینکه یک زمینه به اصلاح بازگشت آبرماندانه اینا فراهم شود، بدون از اینکه اینا در داخل افغانستان کدام مأمن و جایگاه برای خود در نظر بگیرم، یا حداقل دولت افغانستان آمادگی لازم برای نداشته باشه نار اخراج بکنه، این اما نقض حقوق به اصطلاح پناهندگی و مهاجرت محسوب میشه. با مشکلات اقتصادی سیاسی اجتماعی که امروز حکومت پاکستان با آن درگیر میباشد، به این بهانه فشار آوردن تا مهاجرین افغانستان را از کشورشان خارج نمایند، که البته حکومت پاکستان میخواهد به این بهانه فشارهای خود را برای حکومت سفارتخانه افغانستان وارد نماید و از این وسیله به شکل ابزار سیاسی استفاده سو نماید، که البته این کار به نفع هر دو کشور نبوده. با این همه در مرحله نخست اخراج اجباری مهاجران افغان حدود 1 میلیون نفر از پاکستان به کشور برگشت داده شدند، مهاجرینی که برخی آنها در شرایط سخت و در زیر خیمه ها زندگی می کنند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر بر شکست آمریکا در افغانستان اعتراف کرد. مایکل مکال گفت دونالد ترامپ نمیخواهد ایالات متحده مانند شکست در افغانستان در اوکراین نیز با شکست روبرو شود. در این حال آگاهان سیاسی میگویند آمریکا با شعارهای توخالی مبارزه با تروریسم و دولت سازی وارد افغانستان شد، اما جز منافع خودش در پی هیچ چیز دیگری نبود. 31 اگست سال 2021 بود که آخرین سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح دادند. پس از آن مقام‌های ارشد آمریکایی بارها بر شکست ایالات متحده در افغانستان اعتراف کردند. با تازگی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با یک رسانه آمریکایی گفته ایالات متحده در افغانستان شکست خورده است. مایکل مک‌کال تأکید کرد دونالد ترامپ نمی‌خواهد شکستی را که در افغانستان تجربه کرده در اوکراین نیز شاهد آن باشد. طبق گفته های ترامپ، شکست و ناکامی را که ما در افغانستان متقبل شدیم نمی‌خواهیم در اوکراین متحمل شویم. در همین حال آگاهان سیاسی معتقدند که آمریکا با اجرای بازی دوگانه و سیاست مبهمی که در پیش دارد به بهانه مبارزه با تروریسم و دولت سازی وارد افغانستان شد، اما اهداف خودش را پیش برد. در سیاست تبلیغاتی آمریکا به عنوان ابر تبلیغات عالم تلاش بر سر این است که منافع و مصالح اونا در جغرافیای گوناگون عالم همیشه به یک نحو داغ باشه. سیاست آمریکا چیزی اعلام شده نیست، سیاست آمریکا چیزی هست که اعمال می شود.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حالی به شکست و ناکامی ایالات متحده در افغانستان اعتراف کرده که پیش از این مقامات پیشین آمریکایی نیز بارها بر شکستشان در افغانستان اذعان کرده بودند. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. شرکت برشنا با نشر خبرنامه گفته در پی بارندگی های اخیر میزان تولید برق در بندهای نقلو، سروبی و ماهیپر افزایش یافته. در خبرنامه این شرکت آمده که در این سه بند برق در 24 ساعت 1360 مگاوات برق تولید شده است. این در حالی است که همکنون شماری از شهرهای کشور از جمله کابل با کمبود شدید برق مواجهند. اداره ملی استاندارد امروز دوشنبه اعلام کرد که 19 تانکر حامل مواد سوخت بی‌کیفیت را از بندر ابونصر فراهی در ولایت فرا به ایران برگشت داده است. این اداره گفته این تانکرها از گذرگاه مرزی ابونصر فراهی وارد افغانستان می‌شدند، اما به دلیل تکمیل نکردن معیارهای این اداره به ایران بازگردانده شدند. اداره ملی استاندارد از بازرگانان خواسته که از وارد کردن مواد سوختی غیر معیاری به کشور خودداری کنند. نمایشگاه سه روزه عالی است افغانی است به هدف معرفی و رشد تولیدات داخلی در گلغندی پروان گشایش یافت. این نمایشگاه از سوی شماری از شرکت‌های تولیدی در همکاری با ریاست صنعت و تجارت پروان برگزار و در آن تولیدات داخلی در بیش از 100 غرفه به نمایش گذاشته شده. با این حال در بیش از 2 سال گذشته چندین نمایشگاه کوچک و بزرگ در ولایت‌های مختلف به هدف رشد و حمایت از تولیدات داخلی برگزار شده. شاهرای سمنگان بلخ در پی سرازیر شدن سیلاب و ریزش کوه مسدود شده بود دوباره پس از نزدیک به 12 ساعت بر روی ترافیک باز شد. شماری از رانندگان از خراب بودن این شاهرا شکایت داشته و از حکومت می‌خواهند این شاهرا را به گونه اساسی پاکسازی و ترمیم کند. تنگی سیال ولسوالی خلم ولایت سمنگان، مسیر شاهراه سمنگان بلخ که در پای سرازیر شدن سیلاب و ریزش کوه نزدیک به 12 ساعت برای ترافیک بسته شده بود. مسئولان محلی برای بازگشایی آن آسین بالا زدند و پس از چندین ساعت این شاهراه برای ترافیک باز شد، اما کار پاکسازی آن همچنان ادامه دارد. بیگاه در شپی لسنی می بجید شپی تقریبا پا دیم سیمه که باران است در قصر دقار و او خید پا دولست بجید فایده سمنگان ویده تولکت ریاست وسایت راورا سیده و الحمدلله از منگ کاری تیم تروس پر تصویر پس حق موجود ده الحمدلله سار اتا بجید الارا در ترافیک و مخ نسبتا خلاص سو و کاملا لخلاص نده منگ کار جریان لاری الحمدلله کوشش کو چلار خلاص الحمدلله اسنینادی ده والونم لرو کارم مند شروع ده دا وسم ورځ په ورځ باندې زمون کار چې په ډیر کم وخت کې چې څومره سیناندي دیوالونه یې څومره سړکانو ان شاء الله زمونږ د وطن ښکلا خو ستاسو ته معلومه ده چې په دا دوه کاله څومره ښکلا ملت ته وربښل ان شاء الله لس چنده به یې دومره وربښي کارونه ډیر خوندور روان دي. در پی مسدود شدن این شاهراه صدها وسایط باربری و مسافربری گیر مانده است. رانندگان ضمن شکایت از خراب بودن شاهراه سمنگان بلخ نگران فاسد شدن محصولاتشان هستند. زرا دی چې مخ پله او سبزی بار دی کچالو دی را پرون لاس بجونه تر دی خو پور خو یره د سو مال ولای 50 زنګ ویل دی چې را د مال را ور سه ور نه را سه د خرابې گی او ار یو موټر د سیستون زلری کنه مو ټول وړه غټ موټر ان سیستون زلری اګه مونږ سبزی بار د مونږ ګرسو اختر په پدری مچ مونږ را کات را کړای د بس لار باندې لا خو لا مال به یو ځای ولر بل ځای ولر عمل ولا غریب ډیر په اشاره په تکلیف د مال خرابې گی یا ورځی دو ورځی نه دی په هفته هفته کې بګه بند راځو د سیلابونو له کماله بند راځي د لارې له کاغه د خرابېدو د لارې هغه تړل شوی دی بند پاتې کیږي په کې ډیر مشکلاتونه دي لګ نه خو د دولت نه د ټولو نه د خواهش دی چې دغه غټو موټرو د ترانسپورت په اړه ډیر زیات توجه دی ورته وکړي. سیلاب های اخیر در ولایت سمنگان تلفات جانی در پی نداشته، اما در روستای صیاد این ولایت چندین منزل مسکونی به گونه قسمی و یا کاملا تخریب شده است. په منظر را روان یو چې مزار شریف له ولاړ شو نو ماښام چې را روان وو دا لار بنده شوې ده مټر اړولې دي سیلاب راغلی دي ښه نو موږ د اسلامي عمارت څخه دغه غواړو چې دغه را جوړ کړي چې دغه پلونه جوړ کړي
او دغه لار ته ډنګي ورواچی داخل قشلاق هم خرابه کده تقریبا دغه 5-6 فامیل دغه خونهش چپام کده دغه زمینوی مو مردم هم دغه داخلای هم خانوادار هم دغه کی سیل لغت کده دغه زمینوی مو مردم هم خراب کده فعلا دغه از امارت اسلامی دغه میخوایم دغه کی جایی که سیل و سیلاب کده دیگه منطقه شجور بکنه دیگه. تلفات و خسارات ناشی از برندگی های اخیر تنها در چند ولایت خلاصه نمی شود، بلکه دامنگیر بسیاری از نقاط کشور است. از ولایت فراه گزارش شده که 4 نفر در پی برندگی و سیلاب های اخیر جانهای خود را از دست دادند. شماری از صنعتکاران میگویند برای رشد صنعت و تولید در کشور با چالش های از جمله کمبود برق و نبود زمین روبرو هستند. آنان تاکید می‌ورزند در صورت رفع این مشکلات میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش خواهد یافت. آگاهان اقتصادی نیز میگویند با توجه به تامین امنیت نسبی در کشور باید در رفع چالش های فراروی رشد صنعت و تولید در کشور گام های جدی برداشته شود. شرح این گزارش با ذبیح الله شریفی. پارک های صنعتی کابل در منطقه پرچرخی، ساحه محدود که دست کم 500 کارخانه تولیدی در آن جا گرفته، بدون داشتن ساحه سبز و جای کافی برای گسترش فعالیت، کارخانه هایی که نیازمند حمایت بیشتر دارد، از جمله تامین برق و زمین کافی، چالش هایی که چرخه تولید را در شرایط کنونی کند و محدود ساخته است. مشکل عمده صنعتکار که است او ایسی برق و زمین است. دوم دیگه مشکل عمده از یک هستند سیمش که او اموال خود یا اجناس خود یا مواد خام خود یا ماشینری خود از خارج وارد میکنند. اینا در اینی عرصا باز مافیت ها میخواهند. در کنار تامین برق دوامدار و زمین برای کارخانه ها، مافیت گمرکی مواد خام از دیگر خواست صنعتکاران از حکومت است. باورها این است که با رفع این مشکلات و توجه به خواست صنعتکاران میزان تولید و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش خواهد یافت. زمانی که تخصصگرایی، پروسه تخصصگرایی در سکتور تولید پیاده شود، تطبیق شود، ما او زمان میتونیم که در بخش مزیت‌های نسبی تولید خود آغاز بکنیم. زمانی که در مزیت‌های نسبی تولید خود آغاز کردیم، باز میتونیم که در فاز صادرات رقابت بکنیم. افغانستان با وجود داشتن ظرفیت برای تامین نیازمندی های داخلی، اما هنوز یک کشور وارداتی است. گفته شده میزان واردات دست کم 3 برابر صادرات است که ادامه این روند در صورت کاهش کمک های بشری و حوالجات برای اقتصاد کشور زیانبار خواهد بود. آگاهان اقتصادی نیز تاکید میکنند که با توجه به تامین امنیت نسبی در کشور، باید در رفع چالش ها فرارای رشد صنعت و تولید گام های جدی برداشته شود. اگر امارت اسلامی برای متشبثین خصوصی انرژی برق و زمین کافی برای ایجاد شرکت های تولیدی تأمین بکنند، ما شاهد افزایش قابل ملاحظه تولیدات ناخالص داخلی خواهیم بود که در کل منجر به رشد اقتصادی در کشور خواهد کرد. استخراج معادن و تأمین مواد خام برای کارخانه ها از منابع داخلی از دیگر موضوعات مهم در این زمینه گفته شده، مسئله ای که حکومت سرپرست نیز گام های در این راستا برداشته است. وزارت شهرسازی و مسکن از رفع محدودیت ها بر کار ساخت و ساز در کشور خبر داد. سخنگوی این وزارت گفته محدودیت ها برداشته شده و برای بهبود کار ساختمان سازی تسهیلات ویژه ایجاد شده. فعالین ساختمان سازی نیز میگویند وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که با همکاری حکومت این مشکلات قابل حل می باشد. توقف کار ساخت و ساز و این ساختمان های نیمه کارایی که در بیش از 2 سال گذشته مجوز فعالیت نداشتند. حالا با شروع سال جدید وزارت شهرسازی و مسکن اعلام کرده محدودیت ها برداشته شده و برنامه های کلانی برای رونق دوباره کار ساخت و ساز در دستور کار قرار دارد. با پدغه برخه د دوی ملاتړ وکړو او اسانتیاوې برته رامنځته کړو. د کور او ښارجوړول وزارت د مسکن یا رهایشي ځایونو په جوړولو برخه کې هیڅ نوه محدودیت نه دی رامنځته کړی. یوازې دومره خبر ده، هر هغه هیوادوال چې غواړي په افغانستان کې ځان دپاره کور جوړ کړي، مسکن جوړ کړي یا رهایشي سیمه جوړه کړي، دوی کولی شي په هغه مهال چې د ځمکې قانوني او تصفیوي اسناد ولري او د پلان سره سم وغواړي کار وکړي، ودانۍ رامنځته کړي، آباده کړي، آبادي وکړي، دوی ته اجازه شته ده. همزمان با رفع محدودیت ها بر کار ساخت و ساز، فعالین ساختمانی نیز میگویند وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده
مشکلات اما هنوز باقی است که به گفته اونان حکومت در حل آن باید همکاری کند. سال 1401 و 1402 کده الحمدلله ساخت ساز بهتر شده. خواستای ما از امارت اسلامی افغانستان همی است که خرید امی مالیه را پایین بره. دویم خواستای ما از امی است که قواله یکی شرط اساسی ساخت ساز قواله است که قواله فعلا بند است در شهر کابل. با این وجود هنوز کار بسیار از ساختمان ها در پایتخت نیمکاره باقی مانده. ساختمان هایی که اگر فعالیت ساخت ساز در آن اثر گرفته شود برای هزاران نفر به گونه مستقیم زمینه کار فراهم می شود. اصلا کار میسر نمیشه. اصلا دمجی 3 سالی که امارات دنده بخیب بالکل از ساخت ساز خواه و کار بخیب بنده. کاری که مردم ایجاد منه ور بند منه مگه تو جواز بیا بگر. و جواز هم که گوره یک چیزی پیسه کم هم طلب نمنه 2 لک 3 لک روپیه طلب منه ور کی تاوان چرا داره یه ساخت ساز مردم نمنه. ساخت ساز بخیب تعطیل است. یه جای. اگه یکان جای کارم باشد کسی نمیرسه. من فکر میکنم هر مقدار که پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنه در پلوی سو ما شاید ایجاد کار و اشتغال خواهیم بود. زمان کار و اشتغال ایجاد شد بدون شک در کشور سرمایه گذاری ها بیشتر میشه و میتونه مشکلات فقر و بیکاری را در کشور بر شکل نقطه پایان بگذاره. این همه در حالی است که با توقف کار ساخت ساز در بیش از 2 سال گذشته گراف فقر افزایش یافته و هزاران نفر از کار بیکار شدند. باشندگان بغلان از افزایش بانکنوت های مندرس در بازارها شکایت دارند. آنان میگویند پول های فرسوده در معاملات روزانهشان چالش های زیادی ایجاد کرده. نمایندگی بانک مرکزی ولایت بغلان اما اعلام کرده که روند توزیع بانکنوت های جدید در این ولایت جریان دارد و پول های کهنه در حال جمع آوری است. بانکنوت های مندرس و فرسوده یکی از چالش هایی که همواره گرایبانگیر شهروندان در سراسر کشور بوده است. در اینجا شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان نیز مردم از افزایش این بانکنوت های کهنه شکایت دارند. میگویند بانکنوت های مندرس سبب شده که در معاملات روزانه با چالش های فراوان روبرو شوند. بسیار مشکلات زیاد داره با مردم داره. مردم میگه که پیسه ما خراب است میبریم اونجا سودا میخریم سر دکاندار نمیگیره. آلی خود ما دلار خریدم مرده که کنیش یک سطر جدا کرد لمبر بدلش دیگه سطر جدا کرد ما گفتم بیادر اینه که تو نگیری ما تا کدام جای بریم. تا قضای ما اینمیست که اینه تو پلاستیکی را به افغانستان چاپ کنه که خراب نشوه. این کاغذی را ما دیگه ایج نمیخواهیم. این خوب ای خیقت از این مردم ده عذاب است بیادر. دبل برق نمیگیره. دعاو نمیگیره. ده هیچ چیزی را بیادر که ببری خالص از این نمیگیره. میگه پیسه کلان بته دبانگ نمیگیره. در سواری سر دیر پازه به در خراب پیسه و شکدلی و ناچالا در ناخل و نوری رک و زدی دی و دسی دی واسه در ناخل بیر نوی ورکو و بیار دیر سر پازه و دیر سر تکلیفی. عدم نگهداری و حفاظت درست از بانکنوت ها عامل اساسی فرسوده شدن آن خوانده می شود. باشندگان بغلان از سایر شهروندان میخواهند که در حفاظت از بانکنوت های جدید توجه جدی نمایند. مردم هزاران نفر بگه که مردم لوتتان فرسوده نکنه در ده حفظ نگهداشت پول یک درجه کوشش بخر بیت مردم بگب نمیشه. ولی قانون که یک دولت که یک قانون بکشه امشال پولی که یک سال به چلن بود به 20 سال در چلن میباشه. همین پولا را به مردم هم باید توجه بده. یک بکسه که یک رقم سیر با باکس کاس نه جیب به خاطر جیب بس نور بخره دیگه پولای خارجی که به رقم نگاه میکنه به رقم نگاه کنه. مسئولان نمایندگی بانک مرکزی در ولایت بغلان حاضر به مصاحبه نشدند اما گفتند روند توزیع بانکنوت های جدید جریان دارد و بانکنوت های مندرس جمع آوری خواهد شد. و حالا هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 17.6، بامیان آفتابی 11.1، جلال آباد آفتابی 26.15، غزنی آفتابی 16.5، قندهار نیم ابری 23.14. کندوز آفتابی 23.11، لشکرگاه نیم ابری 25.15، مزار شریف آفتابی 22.12، نیلی نیم ابری 16.6، هرات نیمه ابری 23.11.
اسلام آباد آفتابی 28-16، تهران نیمبری 22-14، دبی بارانی 27-23، دهلی نیمبری 26-23 و سرانجام مکه آفتابی 37-24. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. نشست فوق‌العاده شورای امنیت درباره تشدید تنش‌ها در منطقه. چین، روسیه و شماری از کشورهای عربی انفعال شورای امنیت را عامل بی‌ثباتی منطقه خواندند. حوادث جاری در منطقه نتیجه طبیعی اقدامات متجاوزانه مکرر و نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است که مقامات اشغالگر اسرائیلی در خاک سوریه و کشورهای دیگر مرتکب می شوند. از آن مقامهای امریکایی از شکست ایالات متحده در افغانستان، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا می گوید امریکا نباید مانند افغانستان در اوکراین با شکست روبرو شود. طبق گفته های ترامپ، شکست و ناکامی را که ما در افغانستان متقبل شدیم نمی خواهیم در اوکراین متحمل شویم. و نگرانی ها از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان. کابل در واکنش اعلام کرد پاکستان نباید یک جانبه تصمیم بگیرد. من هم تر وختنه کړی دا چې د مهاجرونو په اړه باندې باید یو طرفه پریکړه ونی شي او د یو ګډ میکانیزم للارې په ګډ تفاهم سره یو د دې لپاره یو طرز العمل جوړ شي او د هغې له مخې افغانان په تدریجي توګه باندې راوویستل شي. بینندگان عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.